بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، امروز برنامه رو شروع میکنیم. دوشنبه 22 آگوست 2016 و برابر است با اول شهریور ماه 1395. امروز برنامه مهمی رو براتون به اصطلاح در نظر گرفتم که باور کنید دو سه روز خودم توی فکرم و میشه بگم که خوابم رو از دست دادم. قرار هست که با یک نفر که در زندان آمریکا، در زندان آلاباما هست و اینجا بهش میگن دد رو، یعنی کسایی که حکم اعدامشون، حکم قتلشون صادر شده و حالا منتظرن که تاریخش معین بشه. و برای من خیلی جالبه، قبلا هم ایمیلی از دوستانی که برای این آقای محمد شریفی فعالیت میکنن دریافت کردم، توی برنامه هم خوندم و امیدوار بودم که اگر کسی میتونه به ایشون کمکی بکنه. و مشکل اینجاست که سازمانهایی هستن که به افرادی که این شرایط رو دارن، یعنی متهم بودن به قتل، بعد محکوم شدن و بعد مجرم شناخته شدن و جرمشونم، حکمشونم به اصطلاح قتل هست یا کپیتال پانیشمنت یا اعدام، هرچ اینها، اون سازمان ها میان و از اینها دفاع میکنن به دو صورت. اول اینکه میان میگن که مثلا اینها از لحاظ دی ان ای توی سالهای گذشته پیشرفت های بسیاری شده و اینها رو دوباره آزمایش کنیم. فکر کنم این دوستمون باشه، اجازه بدید من پاسخ بدیم. Hello, you have a call at no expense to you from Muhammad Sharifi, an inmate at Pullman Correctional Facility, Alabama Department of Corrections. To accept this call, press or say 5. To refuse this call, this call will be recorded and subject to monitoring at any time. Thank you for using IC Solutions. You may begin speaking now. آقای شریفی سلام. I was told that I should speak English because they are recording or controlling our conversation. Yeah. الو سلام آقای فردی. آقای فردی شمایی؟ بله قربان، من هستم، روی برنامه زنده داریم صحبت میکنیم. آقا حال شما خوبه؟ ممنونم. شما سلام منو به حمید برسونید. چش، ما حال شما رو نمیپرسیم چون فکر نمی‌کنم حال خوبی داشته باشید. در صورت ما میتونیم فارسی صحبت کنیم یا مایل هستید انگلیسی صحبت کنیم؟ هرجور که شما صلاح می‌فرمایید. بله بله. هرجور شما صلاح می‌فرمایید. چون بیننده‌های ما بیشتر فارسی هستن، اجازه بدید فارسی صحبت کنیم. من فکر کردم چون شما از داخل زندان زنگ می‌زنید و خود این نوار میگه که این گفتگو ضبط میشه، پس بهتره که انگلیسی بگیم، ولی به قول معروف بذار که حالا یک مترجم استخدام کنن و بشینن ببینن من و شما چی گفتیم. من فکر کردم چون شما هزینه زیادی هم باید برای این تلفن بدید و اتفاقا خوندم که یکی از شکایات شماها که در زندان هستید این هست که این تلفن خیلی گرونه و به این صورت کار میکنه که شما یا خانوادتون یه پولی رو اونجا قبلا میریزید به حساب و الان از اون حسابتون دارید استفاده میکنید. پس من ترجیح میدم من ساکت بشم و این 10 دقیقه 15 دقیقه رو بذاریم شما صحبت کنیم که صحبتهای شما بلکه بتونه یه کسی رو، دوستی رو، آشنایی رو پیدا کنه و راه حلی باشه برای این مشکل. برای ما لطف کنید خلاصه‌ای بگید از خودتون که آقای محمد شریفی کی هست، کجای ایران بوده، چگونه یه دفعه به آمریکا رسیده، بعد ازدواج کرده، بعد به اصطلاح خواسته جدا بشه یا مشکلاتی که روی این پرونده هست، بعد متهم به 2 قتل، نه 1 قتل، خانم سارا اسمیت اگه اشتباه نکنم، بله سارا کی اسمیت شریفی، این رو یه مقداری توضیح بدید. و اتفاقا خیلی خوشحالم که یکی از وکلای ایرانی از مریلند این برنامه رو میشنوه و امیدوارم که این دوستان بتونن کمک کنن، به قول معروف به صورت پروبونو یا به صورت همینجور داوطلبانه. من ساکت میشم و میکروفون در اختیار شماست، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، من عکسای شما رو اینجا یکی پس از دیگری نشون میدم. بفرمایید. بله خیلی خیلی ممنونم.
این جناب محمد شریف مقدم فرزند غلام حسین و متولد کرج، سنم حدود 50 ساله و طبق مدارک و اسناد جدید اثبات بیگانگیم رو میتونم ثابت کنم. و شما فرمودید که چه قضیه چجوری بوده. من به آمریکا آمدم برای ادامه تحصیلم. وقتی که ادامه تحصیلم خواستم بدم در دانشگاه یونیورسیتی آف آلاباما این هانسفیلد برای دو تا پی‌اچ‌دی، پی‌اچ‌دی آف سیویل انجینیرینگ و پی‌اچ‌دی آف ماتماتیکس اقدام کردم. همچنین ازدواج کردم و ازدواج من همینطوری سریع چجوری بسا بگم حساب شده نبود. به هر حال قشنگ بخوام دیگه کنار می اومدیم و مشکلات رو من دیدم. ما همسرم دشمن داشت، ما حتی تهدیدهای کتبی و همچنین موقع چه سر کارم می رفتم دشمنش رو من تعقیب من کرد و حتی روز 13 گروه به من دوران توفنکاری چیز کردن، چیزی مثلا تیر اندازه کرد به عقب ماشینم. لذا من فوق العاده جون خودم ترسیدم، لذا به لس آنجلس حرکت کردم و کانسیل رو ترک کردم. منظورم اینه که من از حتی شوهر قبلی همسرم تو آقای جودی واکر برای تجاوز جنسی دخترش، دختر سارا خانم تو چی بوده؟ تو زندان بود. شرایط خیلی سختی رو داشت و دشمن داشتیم ما. و لبا من به لس آنجلس حرکت کردم. موقعی که من لس آنجلس حرکت کردم، من حتی با آقای سرهنگ مغاری، در مدیسون هانسفیلد آلاباما چیز کردم، خدافظی کردم، اسبابم رو چیز کردم، جمع‌آوری کردم، رفتم به لس آنجلس. چون ایرانی های زیادی در اونجا بودن، من 70-80 تا ایرانی در لس آنجلس آلابای داشتم. آلابای این معنیش شاهد محکم. منتها بعد از پنج سال وکیلم نمیتونست پیداشون کنه. دقت کردین؟ نمیتونست آلابای منو تو مسجد آقای خدایی، آقای دکتر کورش نوری، چندین دکتر مهندس تو لس آنجلس من آلابای داشتم ولی وکیلم نتونست آقای شریفی اجازه بدید آلابای رو برای دوستان تعریف کنم. به این صورت هست که اگر یه نفر بیاد و مثلا امروز پلیس من رو بگیره بگه شما دیشب با ماشین زدی به این موتورسیکلت ساعت 10 شب، من اگر یه جایی باشم که بتونم اونها بیان شهادت بدن که بابا من اصلا توی اون منطقه نبودم و یه جای دیگه بودم، با این دوستام داشتم ورق بازی میکردم، فیلم تماشا میکردم، یا مشروب میخوردم، یا والیبال بازی میکردم، این میشه آلابای. حالا از دوستمون کامران سوال میکنم به فارسی چی میشه. در اصلت شما میگید که شما دلیل و شواهد داشتید که اصلا اون موقعی که این قتل یا قتلها اتفاق افتاده اونجا نبودید، ولی وکیل شما نتونسته با این افراد به اصطلاح تماس بگیره. احتمالاً 15-16 سال پیش پیدا کردن مردم به آسونی امروز نبود که یک گوگل بزنی اسمش. من یادم صبح با شما که تماس میگرفتم دنبال شماره زندانی شما میگشتم، تا قرار شد شما برای من بفرستی خودم توی گوگل پیداش کردم. پس آلابای میشه این که یه نفر متهم میشه به یک کاری در یه زمان معینی، ولی اون طرف میره شاهد یا شاهدین رو میاره که میگه من توی اون زمان اونجا نبودم. بفرمایید. بله من حدود 70-80 تا فقط لس آنجلس آلابای داشتم و لس آنجلس اپارتمنت منیجر، لس آنجلس اپارتمنت منیجر، همچنین فون بیل حدود 10,000 تا توی بانک آف امریکا
بانک حساب داشتم، تلفن، کامپیوتر، همه چیز به حساب من بود. آیا کسی با دو تا قتل تو لس آنجلس بیره اتاق واسه خودش آپارتمان بگیره، یه حساب بانکی دقیقا داره تو حساب بانکی میرزه؟ آیا کامپیوتر میگیره، خط لاین میگیره، خط تلفن میگیره؟ خود من از لس آنجلس تماس گرفتم به محل کارم در هانسفیل، گفتم آخرین چک منو بفرستین، من خودم آدرسم رو به هانسفیل دادم. لذا همینطوری FBI منو پیدا کرد، من خودم آدرسم رو از لس آنجلس زنگ دارم به هانسفیل که چک منو بفرستم. من اصلا خبری نداشتم، من خودم از لس آنجلس با هر دو مقتول تلفنی صحبت کردم، همه با هر دو، هم با آقای براون هم با خانم سارا تلفنی صحبت کردم. من آقای براون کی بوده؟ دوست بنده و دوست خانم هم. بله. هم اتاق، چجور رو بگم، رومیت، چجور رو بگم، تو فرهنگ فارسی نداری، دوست نه طولانی. بله، خب بله، اینجا خیلی از دانشجوها وقتی میان به خاطر گرونی خونه و آپارتمان اینها رومیت دارن، بعد معمولا با اون رومیت ها هم دوست میشن. بله، بله. تمام مخارج من میدارم آقای محترم. بله. من سه تا جاب داشتم، سه تا کار، من هم تو SCI یک شرکت بین المللی تو هانسفیل کار میکردم، هم تو UAH میرفتم، هم تو دیری کوین کار میکردم، هم کاتین چمن لان موی سه تا جاب داشتم، سه تا شغل تو هانسفیل ولی توی لس آنجلس من رفتم تو اتر یه مهندس ایرانی بره کردم که تو خواستم شهرداری لس آنجلس استخدام کنم، حتی اپلایکشن به من داد، به من اپلایکشن داد که من فرمش کنم. ایرانی هم؟ بله بله، مهندس ایرانی تو لس آنجلس، تو لس آنجلس مونسیپالتی هال. بله بله. خلاصه شبای ماه رمضان بود، من میرفتم مسجد، تو مسجد میرفتم آقای خیلی معذرت میخوام، من داد میکشم، اعصابم فوق العاده خورد شده، میخوام اینو بگم، من تو شب محرم میرفتم قاطی مسجد با ایرانی ها قشنگ نماز روزه خیلی شدید، خیلی شرایط خیلی مناسبی بود. خلاصه 20 روز 30 روز بعدش منو چیز گرفت، پلیس FBI اومد در خونه منو چیز کرد، منو دستگیری کرد. بله. و بعد از 5 سالم یک دونه از این آلبایا رو نمیتونه پیدا کنه. خلاصه اینه بگم، من قاتل نیستم، من این جنایات رو نکردم و میتونم ثابت کنم. توجه فرمودین چی شد؟ منتها وکیل بنده برادر آقای تیم مورگان بوده، توجه شده برادر خونی داستان من بود، این خودش نقض حقوقه، اصلا خلافه، بهش میگن conflict of interest، اصلا خلاف شدیده. به هر حال التماس دارم اگر اجازه بفرمایید من به انگلیسی یک چند جمله رو بگم. بفرمایید. I am hurting severely in pain physically, mentally and emotionally since December 99. Please find me a big law firm pro bono all the stuff to help me, or at least find me any kind of help. All I'm asking is seeking truth and justice. Speed of justice. آقای شریفی، به اصطلاح این محکومیت شما و اینها بر اساس اون چیزایی بوده، فرنزیک یا اینکه دی ان ای بوده، چی بوده، یا اسلحه مال شما بوده، به اسم شما بوده؟ چون بله بله. بله، اینا رو یه مقداری لطف کنید توضیح بدید. بله بله. این دوست شما من اسلحه از هانسفیل خریدم تو هانسفیل. بله بله. این حقیقتی و مدرکش رو دارن. بله. یعنی اینو من نمیتونم چجور تا بگم زیرش خالی در کنم یا بگم دیر. منطقه اصلاحه همسرم رو نتونستم پیدا کنم، یا پیدا کردن عوضش کردن، اصلاحه رو دستکاری شده آقای محترم. بله. این اصلاحه قطع نیست. چرا؟ من از خود لس آنجلس با هر دو مقتول صحبت کردم آقای محترم، من از لس آنجلس با هر دو مقتول صحبت کردم. چجوری اصلاحه از آن بابا بیه تو ماشین رو پیدا شد؟
محاله، غیر ممکنه. بله، شما درباره کانفلیکت آف اینترست صحبت کردید و اینها. این دوستمون که وکیلم هست میپرسه که آیا شما امروز وکیل دارید؟ ضمناً وکیل شما میدونه که دارید مصاحبه میکنید. من نگاه کردم وبسایت این زندان آلاباما رو، قبلا تلفن مشکل داشته ولی امروز از یعنی این سالها از بین 8 صبح تا 11 شب اینا میتونن به هر جایی با خرج خودشون زنگ بزنن. ولی خب لطف کنید شما پاسخ این دوستمون رو بدید. آیا وکیلی هم دارید امروز این زمان که من الان کورت اپوینتد لویر. بله، کورت اپوینتد لویر. این حتی تلفنای کال من اکثر نمیکنه، نامه های منو جواب نمیده. بله بله، این حتی تو خود داخل هانسفیل که دومین خودشونه، یعنی قدرت خودش سر شدن قدمی برای من بر نداشته. توجه فرمین چیشه؟ من نمیتونم اخراجشم بکنم. چرا؟ چون من پول ندارم من وکیل بگیرم. بله، اجازه بدید بگیم که اپوینتد لایر میشه وکیل تسخیری که معمولا برای افرادی که وضعیت مالی خوبی ندارن یا وضعیت مالیشون اجازه نمیده که وکیل بگیرن، دادگاه وکیل میگیره. مخصوصا فکر کنم اونایی که حکمشون حکم اعدام باشه خود به خود باید اپیل بشه، فرجام بشه و اینها. ولی شما مثل که تا اون سوپریم کورت آلاباما رفتی و برگشتی، چطور به سوپریم کورت خود آمریکا مثلا شکایت یا دسترسی پیدا نکردی؟ بله، سه مرحله است. این مرحله اپیل اعدامی اسمش میاد کپیتال مرده، سه مرحله. یکی دایرکت اپیل، یکیش پوست کاندیشن تو مرحله استیت که تو آلاباما بهش میگن ریور سرتیتود، یکی هم فدرال هیبیس کوربس. من الان تو مرحله دوم هستم. بله، قدم دوم. من دایرکت اپیلمو از دست دادم. الان من الان مرحله اول سیفش تموم شده، من الان تو مرحله دوم هستم. بهش میگم استیت، آلاباما استیت پوست کاندیشن سیف. بله، یعنی مرحله دومش الان هستم، یعنی بعد از محکوم شدن. بله بله، 30 سال طولش میاد آقای محترم. 30 سال، 20 سال الان ما اینجا اعدامی داریم، داخل اعدامی داریم. خود آقای انتونی ری هینتون 29 سال تو اینجا اعدامی بود، اگزونریت شد. بله خب، حالا این اتفاق خوبه. آقای شریفی از این لحاظ شکایت نکنید که اینا طولش میدن، این خوبه و شانس شما زیاد میشه. همین دیروز 2 تا کیس، یکی تو ویرجینیا اگه اشتباه نکنم، یکی توی تگزاس، ثابت شد که کسانی که یکیش 17-18 سال، یکیش 30 سال زندان بوده و اینها به جرم قتل و اینها، هر دو ثابت شده که اینها بیگناه هستن. یا یکی دیگرش اصلا قانون عوض شد تو تگزاس، چون طرف با دوستش رفته مثلا برن یه جایی سینمایی چیزی، دوستش رفته تو فروشگاه و برگشته، اون دو نفر رو زده کشته. بعد اینم به اصطلاح ایشون رو هم به جرم کشتن دو نفر باز دستگیر کردن و به چیز محکوم شده، به اصطلاح اعدام. بعد حالا گفتن بابا اصلا این تو ماشین که نشسته بوده نمیدونسته که اون داره تو فروشگاه چه کار میکنه. و بعضی وقتا آدم ها وقتی صحبت های شما رو میشنون فوری قضاوت میکنن که نه بابا دروغ میگه، نمیدونم عصبانی بوده از دست زنش. خب اصلا هم داشته کار رو راحت کرده و حالا که به دام افتاده اینجوری حرف میزنه. من از اونایی که اینجوری قضاوت میکنم خواهش میکنم اصلا کاری به این مسئله نداشته باشن. ولی اگر افرادی هستن که میبینن، شاهد هستن که سالهای سال سیستم آمریکا یکی پس از دیگری داره ثابت میکنه که اینهایی که روی به اصطلاح دد رو هستن به اشتباه هستن، یک دوم حتی اگر اینها متهم باشن و حقیقتا این کار رو انجام داده باشن، استانها یا ایالتها یکی پس از دیگری این پانیشمنت، کپیتال پانیشمنت یا به اصطلاح جرم بزرگ اعدام و اینها رو یکی یکی بر میدارن و از بین میره و میگن طرف ماکسیموم باید همه عمرش در زندان باشه بدون هیچ فرجامی یا بدون اینکه بتونه زودتر آزاد بشه. باز من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید. و دوستان اگه بخواد با شما تماس بگیرن چه باید کرد؟ بله، اگر بنا به هر دلیلی هم خط قطع شد من میتونم مدیران رو زنگ بزنم. نگران پول تلفن نباشید. دوم، پس یک، من اسلحه برای حفاظت خودم خریدم،
اسلحه رو، هم برای حفاظت خودم هم برای حفاظت همسرم، چون دشمن داشتیم آقای محترم. بله. من حتی روز 13 هم خود دشمن همسرم به من از خود جاده مموریال پارک به عقب ماشین من توفنگاری کرد، تیراندازی کرد. آقای محترم جای گلوله دشمنم توی ماشینم هست، منتها عکسی که عکسش رو کاپوتش رو اینا رو گرفت و خود وکیل توی چی بشنن ترایل وکیل وکیل محاکمه استفاده نکرد. این خودش اصلا خلافه. بله. اصلا شماره اصلا عکسایی که گرفته بود از کاپوت ماشینم نشون نداد. من دارم عکس شما رو نشون میدم، با وجودی که شما دانشجو بودید آمدید. بله. نه. من دارم اینو میگم که اون عکسی که با هدفون رو گوشتون هست نشون میده که شما اون موقع زبانتون انقدر خوب نبوده که این چیزای دادگاه رو هم متوجه بشید، حتی از مترجم و از گوشی و اینها استفاده میکردید، درسته؟ بله. این حقیقت، چون hearing comprehension به خصوص legal terminology legal term is very complicated. این واقعا سخته. یک، این یک مسئله توفنگ شما فرمودید. دوم، مسئله خون، مسئله DNA فرمودید شما. از 7 تا DNA sample 7 تا 4 تا شو اصلا افشا نکرد دادستان. خب فرمان چی شد؟ بله. خودش خلاف نقض بشره. بهش میگن Brady violation. Prosecutor misconduct. Hiding evidence. خب فرمان چی شد؟ بله. از هفت تا بهش میگن DNA blood sample. از هفت تا فقط 3 تا شو افشا کرد. خب فرمان چی شد؟ از نمونه های خونی که برداشته بودن از محل قتل. مثلا حالا منزل بوده یا داخل اتومبیل بوده یا موقع تو جسد ها توی رودخانه پیدا شده. اون این هفتا قطره خونی رو که تو داخل آپارتمان پیدا کردن، از این هفتا 4 تاش رو فقط پیدا افشا کردن. 3 تاش رو مدرد میخواب 4 تاش رو افشا نکردن. یک دونه از این 4 تا قاتل اصلی باشه، من بیگناهیم 100%، یعنی سریع آزاد میشن. خب شما که به من گفتید شد. بله، شما که به من گفتید اون سازمان هایی که مثل Innocent Project اینها فقط تو کیس هایی که DNA هست، چرا از طریق همین یه قسمت شما اونا را اینوالو نمی کنید که بگید بله. چون دلیلش اینه، چون اینها اولا من باید اون DNA تو دستم باشه، تو دست وکیل مدافع من نیست، خود خاصی چیزم افشاش نکرد، لذا این یه چیز رو یه DNA رو حواست. توجه فرمیشه؟ بله. موقع که من کلمه DNA بخوام بکنم باید وکیل من تو دستش باشه. لذا اگر این سواجت اکس فشار روی داستان بذاره باید ظاهرش کنن، باید ظاهرش کنن اگر هنوز چیز هستش خراب نشده باشه. قبل DNA معمولا یا حتی خود الان من نمیدونم اصلا اسلحه نگه داشته نداشتن. بله. من الان هیچ اطلاعی ندارم. میفهمم چی شد؟ بله. آقای میگم در عرض چند تا 20 تا 50 تا 100 تا شاید من مدارک رو تیرش کنم، اصلا نابودش کنم. بله. من یه بار دیگه از شما خواهش میکنم، هم به فارسی به زبان خودت هم به انگلیسی بگو به بیننده های تلویزیون مردم که بله. چه کمکی اینها میتونن یا امکان دارن و شما چی میخواین اگر کسی میتونه چه کار انجام بده، چجوری هم با شما در تماس باشن. اینها میتونن اسم و فامیل من محمد شریفی، AIS نامه رو Z709، آدرس همانو دارید، هولمن 37 اتمور آلاباما زیپ کد 36503. خب بذارید اینجوری بگم، اگر مشکلی بود میتونن با من تماس بگیرن، من اون اطلاعاتی رو که شما دادید AIS نمبر اینها دارم. حالا چه کمکی؟ هر نوع کمکی که مقدوره، کمک مالی،
کمک مالی تو حساب من یا تو حساب شما یا تو حساب وکیلم یا حساب شما بریزن. شما کمک اجتماعی، کمک فرهنگی، چی بهش میگن، سیاسی، هر گونه فشار که مثلا که بگذارم که مثلا آقای هر نوع پرزیدنت حالا هیلری کلینتون میشه یا هر پرزیدنت میشه، من اینو بگم، من فقط فقط عدالت رو میخوام. بله من فقط ممنونم از شما. ادالت. بله شما گفتید که بعضی وقتا 20-30 سال طول میکشه، الان شما 16 سال هست که در زندان هستید، درسته؟ بله بله. آیا تاریخی هم دیگه میتونم نفتش بدم آقای بله. آقای فارسا میفهمم، آقای فرد میفهمم، میتونم 20 سال دیگه میخوام همینو بگم داشتم این در الان داره عقد وقت به علیه من میخره. میفهمم من الان 72 سالشه داره میره، مادره 80 سالشه. بله این عکسی که از مادرتون هست، من اگه اشتباه نکنم یه بار با مادر شما تلفنی صحبت کردم، مادر شما فامیل شما اینجا هستن یا ایران هستن؟ نه مادر و پسرم در تهرانه. بله. بابای من هانسفیله، بابای من هنوز کارشاب نداره. بله بله بله. من اینجا خودم داغون دارم میشن. بله. اصلا روح جسمم خراب شده. بله من عکس مادرتون با پسرتون نشون دادم و امیدوارم که اگر شما بیگناه هستید که دارید خودتون اذعان میکنید بیگناه هستید، به زودی آزاد بشید و مثل نمیتونم هزاران پرونده نه، ولی مثل پرونده های زیادی که من خودم 30 سال اینجا شاهد هستم که هر هفته و هر روز نه، ولی هر از مدتی یکیشون میان اعلام میکنن که این 30 سال بیگناه تو زندان بوده، 40 سال تو گناه بیگناه تو زندان بوده. سوال من باز اینه، آیا تاریخ معینی اعلام کردن برای اعدام شما یا فعلا منتظر این مراحل هستن که طی بشه؟ نه تاریخ هنوز معین نکردن، ولی یک خبر مثبت حالا من به شما بدم که مثلا که جلب خود شما و تماشاگران تلویزیونتون قوی بشه، go to innocenceproject.com. بله بله innocenceproject فکر کنم .org هست. Okay. 2500 نفر فقط ما DNA exoneration داریم ما. بله بله. 156 نفر go to death penalty information center Washington DC. 156 تا اعدامی در آمریکا اصلا آزاد شدن، اثبات بیگناهی کردن. تو خود ایالت آلاباما 9 نفر اعدامی الان آزاد شده، اثبات بیگناهی کردن. معنیش چیه؟ عدالت آمریکا کامل نیست، منتها تو کل کره خاکی بهترین سرزمینه، عدالتشون بهترین سرزمینه، سیستم عدالتشون بهترینه. طرف شهر این چیشا یعنی قانون کانستیتوشن خیلی عالیه ولی کامل نیست. بله یعنی بهتر از جای دیگه است ولی بهترین نیست. بله ممنونم از شما آقای شریفی، امیدوارم که با خبرهای بهتری با شما باشیم در آینده و این دوستانم تا اونجایی که میتونن. فقط من یه خواهشی از اینا میکنم، از لحاظ کمک‌های مالی شما گفتید تلویزیون مردم رو میتونید سپورت کنید که برنامه‌های اینجوری داشته باشیم، کمک کنیم به دیگران، ولی در رابطه با آقای محمد شریفی اگر میخوان کمک کنید با من تماس بگیرید، من مشخصات زندان و مشخصات به اصطلاح چگونه میتونید با ایشون در تماس باشید که به خود ایشون مستقیما کمک کنید که این بلندگویی رو که ایشون داره همین تلفن رو از دست نده و بتونه تماس بگیره. خرج خیلی گرونیه تلفن اینها، مثل من و شما نیست که از اینجا به ایران زنگ میزنیم 10 سنت. اینها دو تا شرکت مثل که فقط مونوپول دارن اونجا و پول زیادی میگیرن. منم بیشتر از این شما رو معطل نمیکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. آقای سودی یک دنیا ممنونم، یک دنیا ممنون از بخش زحمات همه چی، از همه چی، همین که صدای گرمتونه میشن یک دنیا ممنون از همه چیز آقای محترم. هر گونه وکیل، هر چیز جورنالیست، لا پروفسور، فقط کمک بیان رو پروندم، التماس دارم. یه سوال دیگه اگه بله یه سوال دیگه اگه کسی ایرانی تو اون منطقه باشه، تو اون ناحیه آلاباما و اینا، اونها میتونن بیان ملاقاتتون یا فقط باید فامیل باشه و به اصطلاح وابستگان درجه یک؟ هر کسی بخواد ملاقات من بکنه، اول من باید اسمش
اصلا نامه به من باید بفرسته. بله بله. من اسمشو باید تو ویزیتیشن لیست بگذارم. بله. بعدن باید بیاد من ملاقات کنه. متوجه شد. این سادگی نیست. بله. بسیار ممنونم. حالا امیدوارم که بله خبرهای بهتری از شما داشته باشیم و روزهای بهتری در انتظار شما باشه. خیلی خیلی ممنونم. قربان شما. امید دیدم. امر نیست. قربانت. خدا نگهدارت. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا حافظ. بله.